دوستان من سلام، حالا احوالتون خوبه؟ خوب الحمدلله. میگم قرار فردا یعنی یک شنبه نشست نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک برگزار بشه. کجا؟ تو الجزایر. این نشست خواب که چه عرض کنم تمام وجود نظام ولایت رو آشفته کرده. آخه میخوان شیرای نفت رو باز کنن که کمبود ناشی از تحریم نظام ولایت رو جبران کنن. زنگنه. کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیر اوپک GMMC هیچ حق تصمیم گیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئله‌ای به تصمیم برسد. خبرنگار: اگر پیشنهاد کمیته وزارتی وارد نشست وزارتی در اوپک شود چی؟ زنگنه: خیلی خوب، بدون لحظه تردید بیگمان من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می کنم. بدون لحظه تردید. وتو به این معناست که آن تصمیم قانونی نیست. اگر وتو باشد آن تصمیم غیر قانونی است. وای وتو به سبک زنگنه. یه بارم اواخر تیر ماه گفته بود وتو میکنم، اما رفتید هوا خیلی پسه. اوپک 1,000,000 بشکه به تولید اضافه کرد و نظام ولایت برای ریزشیاش با شیادی ما بردی را انداخت. حالا از همه اینا جالبتر میدونی چیه؟ اینه که نظام ولایت تو اون کمیته مشترک وزارتی عضو ناظره، اصلا حق وتو نداره. یعنی یه بلوف تو خالیه بابا جون. علی‌رغم تلاش‌های گسترده و پیگیری‌های میدانی مسئولان آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌ها که از 13 آبان ماه آینده آغاز می‌شود و منجر به کاهش میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه‌های اخیر شده، مدیران وزارت نفت به خصوص امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به عنوان مسئول اصلی فروش نفت کشورمان در این زمینه سکوت کردند و صرفاً در اتاق‌های خود نظارگر تکرار کاهش چشمگیر میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران مشابه اوایل دهه 90 هستند. این در حالی است که این امر به علت وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تبعات سنگینی دارد و فشار سنگین اقتصادی به دولت و مردم وارد می کند. وای یه جوری نوشته سکوت کردن و هیچ غلطی نمی کنن که انگار غلطی هم می تونن بکنن. البته می تونن به جمع مداحان بیت عظما بپیوندن و جلو جلو مرثیه پایانی نظام ولایت با ضربه نهایی بازوی آهنین بخونن. ای وای، این بازوی آهنین بابامونو جلوی چشممون افرد. فعلا خدا نگهدار.